سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس. من فرزاد هستم، به همراه آنایتا میریم سراغ یه ترک دیگه از جیدال به نام اپی. با ما همراه باشید. خب رسیدیم به ترک ابی از جیدال که میگفتیم که جز بیف زدبازی و عرفان هستش. حتی چند ماه با فاصله اومده بیرون. سه چهار ماه پیش اومده و خیلی فاصله داشته. ولی خب واسه همین ما هم گفتیم که پس حالا که اینطوریه ما هم در ادامه همین بیف بذاریم ترک. آره دیگه، بچه ها چون خیلی اصرار داشتن، دوست داشتن که حتما ابی جیدال هم جز این بیف باشه و تو پلیلیست باشه، ما هم به احترامشون این ویدیو رو امروز ریکورد میکنیم. بریم سراغ آهنگ و ببینیم ادامه این کلکل و بیف بین هیدن و ویلسون، عرفان و جیدال و بچه پایدار به کجا رسیده بوده. قبل از اون اگر کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه، کامنت انگلیسی بزنید سابتون نریزه، هشتگ مدبس رو فراموش نکنه که از این طریق تو کلی فاز مجازی میتونید من و آنایتا رو پیدا کنید. و در نهایت هم آدرس سوشیال مدیا ما این پایین هست، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر، که خوشحال میشیم اونجا من و آنایتا رو فالو کنید که کلی برنامه اونجا داریم در آینده خیلی نزدیک. بریم سراغ آهنگ. برو بریم. ببین پس سامان، اقام ما بردیم نکن. کسی که واقعا ببره لازم نیست سر رو جوار بزنه بگه ما بردیم. اگه به برد و باخته که 3-1 جلوین، اگه هم به گوخوری که شما 3-8 بردین. من آهنگ دادم مخاطبم، شما دوتا بودین، هرچی هم گفتم فک بود به خود و خودتون. شما آهنگ دادین یه مش کسچرهای تخیلی بامزه، لفظهای دوم راهنمایی. وگرنه اگه به عروس بود که هرکی دورورت بوده و هست و خواهد بود، آرزوشون یه شب عروس من باشن. اینم به زلام همه هاد که تا ابد به قلبت نزدیک بشه. آقا این اینترو کار که صدای عرفان بود، فکر میکنم همون استوریایی بود که رد و بدل میشد تو داستان قدیم تر. درست میگم؟ خیلی بال بود دیگه، حق بخشم و عدا کرد. من باشم اینم به ظلام همه هاد که تو ابد به قلبت نزدیک بشه. قبلنم گفتم و من میگم هر بارم، من فقط خودم و خود خودت ترس دارم. خیابونا میدونن راستن همه حرفا، من تشنگ ایران نرم مثل اوی. خودکار هرچی چهار فیکه، مخواه باکره همار جنده. یه روز پاریس تقوه میزدم، یادی کردم ارفان میگه نبر اسم با کارت، تم میگه بزن قید شعارت. سر حرفم سفته با خواهی زد بازی خزه همون قکه لیتو چاقاله اینو فکته. به لیتو چی کارته؟ لیتو رو چرا زد پس؟ مگه تو سه چرا لیتو بگرف ریتو چرا؟ به زیلی آخه تو این با داستان گیری داشته با پایدار مگه؟ من نمیدونم. بقیه اشیم که داستان زمانی داره، میگه جیدال که فکر کنم خودش یه زمان پاریس بوده و آره صدای جی جی هم در اون اومد. اونجا رو جی جی رو دیده هم چیزی نه، مثلا من داشتیم کجا قهوه میدادم بایش هم این کار از اون لحاظ از اونا. تشارش سر حرفم سفته و خواهی زد بازی خزه همون قکله تو چاقاله اینو فکته. برنخوره خیلی به تو اون توفنگ فرضی و بس جیبت تو کف دوی مامی جوست میده بیبی لی تو جون بگیره خب بکنه اسکی دریک و شنیدم دل تنگی بر جیدال هفتاد. جیدال هفتاد دیاد میباره عشق و تو رو لیلی بلالات یکی میذاره، اما جیدال هفتاد توی ایران تنهایی. زندگی کوتاه نی، فرصت زیاد نشدن، خواهی مال کسی یه بار داشتم. میخوام بهم بگن روح چاد مردم یه ایران اون دنیا، فکر کنم رضا شاه هم شما. برین تو به ایران صلوات و بابا خواهیم و کیرم تو هدفاتو. آره امریکاییم و تو شعب سه بیاین ست تایی نمیدیم تلفاتو. شعب سه که داره به چیز میزنه دیگه، اون موشک ایران. آره داره میگه شما اصلا سمت ایرانی هم چیزی. آره دیگه شاید به ایران نمیدونم. آقا داستان لیتو با جیدال چی بوده؟ من نمیدونم که انقدر به لیتو گیر داد اینجا. یه جا دیگه هم زد که تو دبی مامی واسد چی؟ آره نمیدونم، اگه سابقه دارم من خبر ندارم. بچه کامنت کنیم داستان بزا لیتو و جیدال چی بوده؟ قبلنم گفتم و من ای میگم هر بارم، من فقط خودم و خود خدا ترس دارم. خیابونا میدونن راستن همه حرفا، من تشنگ ایران نرم مثل ابی. مثل ابی چی؟
من فکر کنم اولش گفت من نشیدم، من دیدم ورس دومم، ورس دومم نگفت ابی مثل ابی چی؟ نمیفهم، نمیدونم دیگه. میگه اگه منم نتونم مثل ایران برم مثل ابی نمیدونم ابی میگه چیکار کنم، خانه در میگه چند تا بگم مرا سر چغال بپره چو سینه این رستوران و ساشه منو تو چطونم که غلط آمارش درشو خوب بگرد شاید باشه شایم پدرشو باید تنگ بپوشی نمیم شیشی به شما لات بازی ها تو من ریچ کیزه افکر این کنسل پرات میریختش مراد کلیسی رو میکردیم بیریختش تو هم دیس منو تو رو بده بل کندایی تو رپر از گلایی باشه با راکس به ام جی هم زد. آره دیگه به همهشون داره میزنه، کلا زد بازی رو داره میزنه. آره لیتون که نمیدونم حالا کرد قاطی. آره لیتون نمیدونم وسط داستان چیه خلصه رو مگه نمیدونم. آخه لیتون قبلا اصلا پایدار اومد بالا بعد اومد سمت زد بازی. کی؟ لیتون اصلا از اول جز پایدار بود بعد اومد سمت زد. اینو من یادم واسه این موندم که چرا به خودیشون زده، یعنی خودی که هفته الان اکسشون بوده دیگه. چیزه یه خلصه رو نمیزنه اونم فکر کنم چون رفاقت قدیم داشتن و حالا بعد ببینیم بقیهش میزنی یا نه. نصف نه فکر نمیم خلصه رو هم نزده. دیسه منو تو رو بده ویل کندایی تو رپر از گلایی باشه با راکستارین اصلا التون جانی نیفتی هستی جی نفهمیدین رپ کنی یا که بستی جی خواستی پولدار ترشی در راه قبل چرا خواهی مال ترشوی تدریجی میگه میگه نیفتی از سی جی منظورش این چیه که موتور رو میگه موتور سی جی که این بسیجی من سی جی سوار. آره به خود ام جی داره داره به اونا میگه. آره میگه که بسیجی خواستی پولدار ترشی در راه قبل چرا خواهی مال ترشی تدریجی میگه قهرمانی ولی دروغ قصه است توی سینه مردم گلوله حیرت تو اینا میگه پولدار ترشی در راه قبل زد بازی تو کدوم آهنگش قدیم یه جا میگه این داره به اون میزنه. آخه آره دیگه یکی ورس یکی یا ویلسون بود یا ام جی. آره ورس یکیشون بود. اون دی توی لوله کوکوله که رفت بودی با اون که نونو زد خونه ملت مشرو نیستین دیگه مثل نظام جیدا جولیو رفت مثل سزار اسرائیل شما بشه صدام شده وقت رحلتتون مثل اما قبلا هم چه خوش چه پانچ لاینای خوشگلی داره. باریکالله خوب بود بابا باریکالله آفرین شما بشه صدام شده وقت رحلتتون مثل امو قبلا هم گفتم اومد ای میگم هر بارم من فقط خودم و خود خدا ترس دارم خیابونا میدونن راستن همه حرف آمد تشگ ایران نرم مثل ابی افسانم. آه گفت اینجا مثل ابی افسانه. پس اون اولی ها خوش قصد نگفته بودیم اینجا که برسه اینجا یا اگه ایران هم نرم مثل ابی افسانه 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 تشگه ایران نرم مثل ابی افسانه هم تو همون مخفی توهم اگه آل سارم بود جای سیر پام بود یا پام توش بود تا ساقم نم مهمان بودی تو کلا تو رپ فارسی مهمان بودی همیشه مهمونه اینا های مهمونه اونا های وینسان هم میگه یک بوده دو بار آماراش باید دستگاری شن استعداد امروز شما زیر خوابای 10 سال پیشن چه بال اومد اینجا جی جی یعنی ادای جی جی عالی در میاد تو اون میگیرم گفتم خیلی خوبه. آره جیدال خیلی خوبه بودی همیشه مهمونه اینا های مهمونه اونا های آره آره یارو یک بوده دو بار آماراش باید دستگاری شن استعداد امروز شما زیر خوابای 10 سال پیشم از استعداد نزنی باز لاف جایی استعداد چیه تو باز یافکاری کیو آوردی به ازاد و چال جون بیبی لیتورم و پایدار دارین کاستوم زده باستوم زد دیگه بیبی کیو آوردی به ازاد و چاقال بیبی لیتو هم از پایدار داریم بهزاد چاغال یا بهزاد چاغال کیو بردین بهزاد چاغال منظورش بهزاد لیتو دیگه همین بیبی لیتو هم از پایدار چرا اینقدر گرفته رو لیتو نمیدونم لیتو من اصلا یادم نمیاد دیسو دیس بازی با کسی داشته باشه به کسی خدا چه مثبتیه مشروبم نمیخوره حتی شده کیو آوردی به ازاد و چال جون بیبی لیتورم و پایدار دارین کاستوم زده با سوس بر من کیرم هم نیکه تام فورد برادر آقازاده ها کنسرت میدن چون رپ کنمون یه دونه پاسپورت ندارن نرینم بهتون بیشتر دایی بازتون کن خیلی قشنگ گفت خیلی حال کردن ببین اینجا چه قشنگ گفت کلا مدل پانچلاین زدنش باحاله یه تیکه میندازه و آخرش تیکه گونده آره نه خوب بود خدایی میگه چون بابا رپرهای ما اصلا پاسپورت نمیتونن بیان برن که شما رپ کنهای واقعی من پاسپورت نه شما آخه جی جی هرچی میشه میگه که آقا ما مثلا ما کنسرت سولد آوت کردیم
اگه تو میتونی مثلا بیای مثل تتل و 7000 تا رو سولدات کنی، اون موقع موفقیت برای موسیقی رپ فارسه. کاستوم زده با سوس برا من کیرم امنی که تام فورد برده آقازاده ها کنسرت میدن چون رپ کنم اون یه دونه پاسپورت ندارن نرینم بهتون بیشتر دایی بازتون کنم مثل تیغ جرایی یه رپر خوب دارین سپر خلص خوب بگردین اونم از هیچ کس داریم شم ببین هوا رفیقش داره. یه رپر خوب دارین سپر خلص خوب ببینیم اونم از هیچ کس داریم. آخه خدایی خلصه رو نمیشه اصلا چیز کرد. اصلا دیستش کنه کسی ستونه. الان دیگه پوتک هم دیستش میکنه ستونه رفه دیگه بابا تیغ جرایی یه رپر خوب دارین سپر خلص خوب بگردین اونم از هیچ کس داریم شمرون پاریسندن آنتریو جر میدم من توی دوزاریو لفظ اقابی با صورت مرغابیو یکی جمع کنه پیرمرد قنداریو آنالیز کن بودو من چاقال ارتاری مختی و شام زدم سال آدم توی سامان الکولی بابا شرگوی باشه نمیذاره بیا میرم بابا بس کنیم سامان الکولی یه مخفی و شام زدم سال آدم توی سامان آخه میدونی سامان خیلی چیزه بعد سامان الکولی اله دیرین کوین هاست این دیگه نقطه حساس هر کی داره فشار میده دیگه نه سال آدم توی سامان الکولی بابا شرگوی باشه نمیذاره بیا میرم بابا بس کنی پادکست مخصی و راستی هم که اسکولیا گوش ندادی یا داری تحریف میکنی که ذهنها رو بشونی زده ما من گفت آقا پادکست مستی و راستی من دیدم اول اینجا پرچم کینگرام بالاست میشناسه دیگه بچه‌ای که راه کار میکنن اینا یه پادکست باحال داره تو یوتیوب که من میبینم خیلی وقتا دمشم گرم یه پادکستی داشت البته بیشتر بیطرف حرف میزه خود کینگرام که با جیدال و عرفان بود داشت اصلا راجب این داستانا اگه بچه ندیدم میتونم برم ببینن چون جیدال خیلی حرف این حرفا رو میزنه راجع به مهرات هیدن و اینا چقدرش درست و ایناش من کاری ندارم ولی اینجا اشاره به اون داره احتمال میدم خیلی بچه اون پادکستی ندیدن میتونم برن یوتیوب هست ببینن منم چون کینگ روم از قدیم دوست داشتم و دنبال میکردم خب متوجه شدم دیگه وقتی بچه ها رفت دادم همه بریزم اسکول یا گوش ندادی یا داری تحریف میکنی که ذهنها رو بشونی زده ما من گفتم همه بریزم بیرون حقا که تخمه جمهوری اسلامی با پاس انگلیسیت که میری لندن خوب واسه غزه و فلسطینی که تا حالا توش پاتو نذاشتی میری راه پیمایی ولی واسه ایرانی که توش زندگی میکنی و هی فرقشو میفروشی خبری نیست مثلا رو گفتیم سیاسی نیست یه سری چیزا یه بار همدردی کن فقط بعدم مثلا نگو ولی خفه شو بارو. چه بیت مریضی داشت مره. اما خیلی خوشم اومد خیلی خوشم اومد واقعا کلن باحال بود آره تو اون یکی میگیرم بود خیلی خوب جیدال داشت. خیلی بهتش خوب بود اینجا هم که خیلی خوب کلن خودش بود خیلی خوب بود دوست داشت باحال بود اون اول آخرش هم که وایس خود عرفان استفاده کرده بود خیلی ایده باحالی بود خیلی خوب نشسته بود به نظرم بچه اینم ابی من حقیقتش اینو گوش نکرده بودم ولی در جریان مثلا اون پادکسته بودم یه سایی تو اینستاگرام و اینا این کلکراشون دیده بودم اینه که خیلی پانچلاین خوبی زشت خوب جایی انگوش گذاشت خوب فشار داد ولی موضوعی که هست نمیدونم بعد اون بیفه که یعنی اون بعد اون سه تا آهنگ که اونو عروس دادن راکستار اومد عروس و سامان و مهرات دادن بعد اینا اومدن میگیرن روتو دادن بعد دوباره یه مدت گذشت خبر نبود دوباره جیدال اینو داد حالا اصلا هیچ جواب نمیدن نمیدونم چرا اینکه چرا نه. این گرفته رو لیتو هم نمیدونم اونم من نمیدونم آره حالا اگه شما میدونین که واسه ما بنویسین ببینین داستانش چیه دیگه امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو حتما یادتون نره که برای ما کامنت کنین نظراتتون رو ویدیومون هم لایک کنین اگه کانالمون رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین زنگوله رو هم بزنین در کلیه فضای مجازی ما رو با هشتگ مدبس همراهی کنین سوشال مدیامون هم آدرسش این زیر اینستاگرام فیسبوک و توییتر که اونجا دمتون گر خوشحال میشیم ما رو فالو کنی اگر از این ویدیو خوشت اومده لطفاً با دوستات به اشتراک بذار هر جهسی آرزوی آرامش و سلامتی برات دارم روز و شب لاکچری داشته باشین خدا نگهدارتون.